درود بر شما. هفتم خرداد ماه 1395 خورشیدی و 27 می 2016 میلادی. در برنامه امشب صفحه آخر میپردازیم به جاسوسان اطلاعاتی و سپاهی، بعد به بهائیان ایران میپردازیم و بعد هم پرده آخر. هفته پیش برنامه داشتیم با حضور آقای شاهین دادخواه، مأمور امنیتی و سرویس ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از 25 سال پیش به این طرف. شاهین دادخواه از خرداد 89 تا آذر 94 به اتهام جاسوسی در اوین زندانی بود. ایشون قرار بود امشب هم در برنامه باشن که به دلایلی عذر خواستن. به هر حال ما اما اون بحث رو ول نمی کنیم. فعلا امشب یه بخش کوچیکی از اون رو میگیریم، بالا بقیهش بماند تا بعد. یادتونه دی ماه 91 حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد سربازان گمنام امام زمان 20 تا جاسوس اسرائیل رو در پیوند با ترور دانشمندان هسته‌ای دستگیر کردن. آقای شاهین دادخواه که عرض کردم مهمان هفته پیش صفحه آخر بود، در یکی از نامه‌هاش از زندان، زمانی که زندان بود، به مقامات جمهوری اسلامی، به باند وزارت اطلاعات اشاره می‌کنه به عنوان مثلث مصلحی تدین رضوی، باندی که به گفته آقای دادخواه از جمله کاراش ردگم کردن در ماجرای ترور 4 کارشناس ارشد هسته‌ای بوده و که عکساشون رو داریم می‌بینید و قاتلان، چون این نوشته است در نامش عیناً، که قاتلان شهدای هسته‌ای راست راست در خیابان می‌گردند و سیستم اطلاعاتی را به سخره می‌گیرند. بذارین یکی از برنامه قبل رو ببینیم برمیاد. آیا این شهدای هسته‌ای که نوشته اید، اینها باز قربانی جنگ قدرت در جمهوری اسلامی شدند؟ ببینید هیچ یک از عاملین شهدای هسته‌ای رو نتونستن دستگیر کنن، هیچ کدوم از اینا رو. کسانی که به عنوان جاسوس دستگیر کردن به عنوان جاسوس اسرائیل، یه آدم های بدبختی بودن. اونایی که در زندان بودن میدونم من چی دارم میگم. دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی رو اسرائیل ترور کرده در ایران. ببینید بالاخره اسرائیل مخالف سیاست‌های هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود. این احتمالاً بله هستش که اسرائیل این کارو کرده باشه، ولی هیچ وقت اسرائیل نمی‌گه که من دانشمندان هسته‌ای ایرانو ترور کردم. حفاظت دانشمندان هسته‌ای بر عهده خود وزارت اطلاعاته. باید خود وزارت اطلاعات جوابگوی این چیزا باشه، نه اینکه ما بیایم بگیم که آمریکا یا اسرائیل اومده اینا رو ترور کرده. جوابگو باید خود وزارت اطلاعات باشه. کسی دیگه هم نمیتونه ادعا کنه که آمریکا یا اسرائیل اومده این دانشمندان رو ترور کرده. هیچ سند یا مستندی هم تو این زمینه وجود نداره که همچین ادعایی ثابت بشه. این نیروهای زیردست آقای رضوی که جذب سرویس‌های بیگانه شدن کیا هستند؟ چه کسانی بودن یا هستند؟ آقای دادخواه و این مقامات ارشد دولت که سری‌ترین اطلاعات رو به خارجی‌ها می‌دادن، اینا کی بودن؟ ببینید من به همین چیز دارم اشاره می‌کنم. یعنی وقتی که من میگم یه سهل‌انکاری از طرف وزارت اطلاعات صورت گرفته برای ترور دانشمندان هسته‌ای، اینه، منظورم همینه. یعنی ما تورهای حفاظتی رو نزدیکترین اشخاصی که با آقای رضوی بودن اومدن گذاشتن در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و ایشون به خاطر اینکه این آبروریزی رو جمع کنن اومدن یه سری پروژه‌های استارت زدن، بحث امیر حکمتی رو یا چیزای دیگه که بتونه و عملکرد وزارت اطلاعات رو در افکار عمومی توجیه کنه و کاملا عوام فریبانه بود. اونایی که اطلاعات دادن به سرویس‌های خارجی آیا همچنان سرکارن، دارن کار میکنن در وزارت اطلاعات؟ سرکارم نباشه، ولی کسی اونا رو ندید و محاکمه هم نشدن. میدونین میخوام این نتیجه رو بگیرم، من کاری به شخص مصلحه یا شخص این اون ندارم. منظورم این است که وقتی که
وزارت اطلاعات که شما می‌فرمایید دست مثلث مسلحی تدین و رضوی بود و نزدیکترین کسان به رضوی اطلاعات در اختیار در واقع جاسوس بودن و جاسوس علیه مملکت خودشون و جمهوری اسلامی بودن، اینجوری که شما در نامه‌هاتون نوشتید اطلاعات میدادن و خب قاعدتا بعد اینا رو میگرفتن محاکمه میکردن. خب بالاترین فرد وزارت اطلاعات وزیره، معاونش، نزدیکانش این کارا رو کردن. آیا خود وزارت، حالا از مصلحی گرفته تا بقیهشون، ایجی بعدن شد و اینها، آیا خود وزارت خونه وزارت اطلاعات بعدن اطلاع پیدا کرد لااقل که این افراد اطلاعات طبقه بندی شده رو دادن به سیستم های جاسوسی کشورهای بیگانه؟ خب قاعدتا مدیره ارشد اطلاعات این موضوع رو کاملا میدونستن. بله، در خدمت آقای محمد نوریزاد هستیم. آقای نوریزاد خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. آقای شاهین دادخواه سربسته میگوید کسانی که زندان بودن یا زندانی هستن میدونن که ایشون چی میگن. شما هم قبلا در همین برنامه صفحه آخر اشاره بار گفته بودید که در زندان با اطلاعاتی ها یا سپاهی های متهم به جاسوسی برای اسرائیل برخورد داشتید. پیوندی بین اینها میشود برقرار کرد آقای نوریزاد؟ همه هموطنانم، آقای فلاحتی، گرفتاری مردم ایران از اونجایی شروع شد که هم نخواستن بفهمن و هم خواستن که نفهمن. ما اگه تا دیروز نمیخواستیم که بفهمیم، امروز میخواییم که نفهمیم. اما در همین معرکه نفهمی یاد گرفتیم که به هر مشکلی که اگه برمیخوریم به اهل و متخصصش مراجعه کنیم. برای ترمیم نفهمی خودمون آدمای فهمیده و درس خونده و متخصص رو دعوت به کار میکنیم که یکی بیماری ما رو معالجه و مداوا کنه و دیگری برامون ساختمون بسازه و دیگری ماشین معیوب ما رو تعمیر کنه. در اینجاها دونستیم که باید به کاردانها مراجعه کرد، اما در معرکه بزرگ و حساس و پرخطر کشورداری که سر تا سر به تخصص و کاردانی و مدیریت نیازمنده، به ابلهانه ترین شیوه های بشری دست بردیم و کل کشور رو با همه داشته های اساطیری و تاریخی و دارایی های انسانی و پولیش سپردیم به دست آدمایی که کمترین نسبتی با کشورداری که هیچ با اداره یک مدرسه نداشتن. بله، ما ابلهانه اختیار کشوری به این بزرگی و سترگی رو سپردیم به دست آخوندهایی که کمترین نسبتی و لیاقتی و ارزهی با مقوله حساس و متخصصانه کشورداری نداشتند و ندارند. آخوندها چون بلد نبودند با دنیای فهم ارتباط برقرار کنند و چون بلد نبودند با مردم فهیم داخل کشور ارتباط برقرار کنند، به تلخترین و ناجوان مردانه ترین شیوه های تعامل که کشتن و زندانی کردن و تاراندن معترضانه روی بردن. خیلی ها رو آخوندها زدند و کشتن و چون از هیچ موردی از موارد کشورداری و مدیریت بر این گستری سترگ که اسمش ایران سررشته نداشتند، بهترین و مناسبترین گزینه شدند برای نفوذ جاسوس ها و آدم های ابن الوقت و راندخار. آخوند چی میفهمه دیپلماسی جهانی یعنی چی؟ چی میفهمه تعامل بین المللی یعنی چه؟ چی میفهمه رسانه یعنی چه؟ چی میفهمه مردم و روان و عاطفه و زمان و محیط زیست و مثلا آب‌های زیرزمینی یعنی چه؟ و چون بلد نیست و چون نمیخواد نشون بده که نمیفهمه، این نفهمی خودشو با استخدام آدم‌های همراه و همدل و مطلع جبران میکنه. اینجاست که مثلا روسیه میاد وسط و در قدم نخست و در همون اوائل انقلاب میبینیم تمامی افراد شاخص انقلاب رو مثل مطهری و بهشتی رو از میان بر میداره و راه رو برای برآمدن آقای خامنه‌ای باز میکنه. سفارت آمریکا رو با هیجان دانشجویان ابله تسخیر میکنه و برای فروش اسلحه و روفتن دارایی های کشور ملاها رو به داخل جنگ 8 ساله هل میده.
همین روسیه حلوای بمب هسته‌ای رو در دهان ملاها میگذاره و با جارو کردن دارایی‌های نقد ما یه مش آت آشغال هسته‌ای میاره میریزه تو دخمه‌های هسته‌ای و مرتبم به آخوندها وعده میده که شماها یه سال دیگه 6 ماه دیگه به بمب هسته‌ای دست پیدا خواهید کرد. سرداران سپاه مگه کی هستن آقای فلاحتی؟ مگه کی بودن؟ تک تک اینا رو ما میشناسیم. آدمای بسیار معمولی بودن که در هر عملیات هر کدومشون با یه گردان و یه لشکر جوون مردم رفتن و با ندانم کاریاشون همه رو به کشتن دادن و چند دسته و گروه برگشتن. این سردارای همینجوری و آخوندهای متوقف در احکام و جامانده در 800 سال پیش بدون اینکه خودشون بدونن با مدیریت و اطلاعات روسها و اسرائیلیها به سامان امور پرداختن. در داستان مذاکرات هسته‌ای بله جناب فلاحتی جلیلی آقای جلیلی به بن‌بست رسیده بود و تحریم‌ها کارت به استخون بیت رهبری گذارده بود. اینجا بود که روس‌ها ایده کشتن و ترور دانشمندان هسته‌ای رو روی میز سپاه و بیت رهبری گذاشتند. یه چند نفر رو به اسم دانشمند زدن و کشتن تا مگه در بن‌بست هسته‌ای گذرگاهی واکنن. وقاحت اونجاست که بعد از کشته شدن اینها حضرت آقا رو میفرستن خونه اینها تا به بازماندگانشون سرسلامتی بده. بله ما در بند 350 زندان اوین ناگهان با 120 نفر جاسوس مواجه شدیم. یعنی ما اونجا دو طبقه بود آقای فلاحتی، طبقه بالا سیاسی ها، طبقه پایین مالیا بودن. مالیا رو بردن بیرون، 120 جاسوس آوردن. 20 نفر از این 120 نفر جاسوس داخل سپاه بودن. حتی رئیس دفتر سردار نقدی بین اینا بود و جاسوس بود. و حتی جالبتر و بدبختانه تر، رئیس دفتر ضد جاسوسی اسرائیل در سپاه خودش جاسوس اسرائیل بود. همون گونه که گفتم گرفتاری ما از اونجا شروع شد که جمعی از لوله کش‌ها و دیوارچین‌های به اصطلاح هیچ نفهم متأسف کمال احترام به لوله کش ها و به اصطلاح معمارا و دیوار کش ها توی جنگ با به کشتن دادن بچهای مردم شدن فرمانده و بعدش سردار، یه دم از فرط مفتخوری شدن آخوندهای حاکمیت و حالا هر دوی اینها بهترین گزینن برای جاسوسان روس و اسرائیل که هم کشور رو از داخل متلاشی کنن و هم منطقه رو به اسم مسخره شیعه گستری به خاک و خون بکشن. اینا هر دوشون امروز در باتلاق عراق و سوریه در گل نوریزاد و راه بیرون رفتن هم ندارن. آقای نوریزاد، در اون 120 نفری که جاسوس به عنوان جاسوس در زندان بودن و شما من نمیدونم به همه شون برخوردید در بند 350 اوین یا به عده ای از اونها، آیا اینا واقعا خودشون میگفتن که جاسوسن و در واقع اتهام بی خودی بهشون نبسته بودن؟ اون پروژه جاسوس سازی به قول آقای شاهین دادخواه نبود که بخوان رد گم بکنن از اقداماتی که خودشون کردن، رد پاشون رو پاک بکنن؟ آیا واقعا اینا جاسوس بودن که در زندان یا هستن؟ بله بله بله. ببینید اینا خودشون راحت میگفتن، مثلا یکیشون میگفت من مثلا برای پاکستان مثلا جاسوسی میکردم، یکیش میگفت من برای ترکمنستان، یکیش میگفت من داخل سپاه بودم. یکیشون آقای باقی خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه که آقای عمادالدین باقی یکی از اینها رو برخورده بود توی سلول دو نفره، میگه من رفتم داخل به یکیشون گفتم، به اون هم سلولی گفتم شما مشکل چیه؟ چون اولین چیزی که زندانی ها از هم میپرسن میگن آقا پرونده شما چیه؟ اون گفته بود من جاسوس اسرائیلم و مأمور خرید سپاه بودم و میرفتم به کشورهای اروپایی. در یک سفر که به ایتالیا رفته بودم و به خونه دوستم، این آقای عمادالدین باقی که و من به سلامتش و به درستیش سوگند یاد میکنم تعریف میکنه در این حال که خود ما هم با اینا برخورد داشتیم، میگه که من در این آقای سپاهی میگه من ایتالیا بودم خونه دوستم برای خرید میرفتم برای سپاه، دیدم یه مهمانی داره، دوست من به یه بهانه از خونه بیرون رفت، این آقای که اونجا بود با زبان فارسی قشنگ به من گفتش که آقای فلانی بیاد اینجا بنشینید. من رفتم گفت آقا من از موساد هستم، از شما دعوت میکنم برای اسرائیل جاسوسی کنید. گفتم مرد سوی خجالت بکش، میشناسی منو؟ من سپاهیم. گفتش که مثل این که من وقت ندارم، کار به درازا میکشه. دست برد به کیف سامسونیتش یه آلبوم بیرون کشید گذاشت جلوی من، گفت اینو ورق بزنید. ورق زدم دیدم عکس خودمه
در کشورهای مختلف بغل زنهای مختلف و همه هم درست بود، همه هم درست بود. میگو از اون روز من شدم رسما جاسوس اینها. به من گفتن که شما برمیگردید ایران، خریدتون رو میکنید و تقاضا بکنید بیایید عراق، ما توی عراق به شما اطلاعات خوبی میدیم. میگو من رفتم ایران و یه مأموریت گرفتم برای عراق، با این اسرائیلیا وصل شدم. اینا اطلاعات سوخته اما از نظر سپاه دست اول از کردها و از شیعیان و از روابط فیما بین در اختیار من گذاشتن. به من گفتن که اینا میبری میز روی میز سرداران سپاه، موقعیت تو کم کم در سپاه بالا میره. و من برگشتم ایران، اینا رو گذاشتم روی میز سرداران، نمیدونی چه حلوا حلوا میکردن و من از اونجا موقعیتم بالا رفت و بالا رفت. و بعدم آخر سر اینا رای فلاحتی خود اسرائیل مثلا میسوزونه، خود روسها میسوزونن. و بعد این اصلا انکار ناپذیره که کشتن دانشمندان هستی، اولا اینا دانشمند نبودن، آدمای رده چند این قضایا بودن، کاملا یه ایده روسی است و بعدم کاملا به دست سپاه انجام شد. اینا توی بن‌بست گیر کرده بودن و بعد اصلا علنا بیت رهبری رو هواست. شما مگر شما توی مغز آخون میتونید مختصری از خردمندی ببینید؟ یک بخشی از آقای نوری‌زاد، یک حالا با تمام توصیفاتی که شما فرمودید از آخوند، خب اعتقادات شخصی و مذهبی یک آخوند رو هم باید در نظر گرفت طبیعتاً دیگه، مثل هر آدم دیگه. حالا اونها بیشتر سعی کردن یه مقدار حالا دست کم بخششون به عمق ماجرا برن از نظر خودسازی روحی و معنوی و الهی. من از این زاویه میخوام اینو ازتون بپرسم. هفته پیش، حالا فرصت نداریم اون ویدیو رو پخش بکنیم، 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم برای این بخش برنامه، هفته پیش آقای دادخواه به صراحت گفتن که مأمور جمهوری اسلامی، مأمور نظام جمهوری اسلامی بودن، یعنی وزارت اطلاعات، یعنی شورای عالی امنیت ملی و یعنی بیت رهبری، برای مذاکره با اسرائیل و چند بار به خاک اسرائیل رفتن و چند بار با مقامات اسرائیل صحبت کردن، از جمله با وزیر صنایع اسرائیل، و گفتن که منم تنها نبودم، کسای قبل از منم این کارو کرده بودن و اینها و بسا الان هم دارن میکنن. به هر حال سوالم ازتون این است آقای نوری‌زاده، در این فرصت بسیار کوتاه، که این آیا واقعا آدم باید بذاره به عنوان یک تاکتیک که مذاکره با دشمن است، یا باید آدم بذاره حقبازی آخوندی در برابر مردمی که ورزشکارایش مثلا از مدال باید چشم‌پوشی کنن در عرصه های پهلوانی جهان به خاطر اینکه نباید با مثلا کشتیگیر اسرائیلی کشتی بگیرن؟ آقای فلاحتی، اخیرا رهبر طالبان رو در پاکستان زدن کشتن، پاسپورتش نشون میداد که بارها به ایران رفت آمد کرده. خب رهبر طالبان با تیم همراهش در اینا چیکار میکردن؟ یا مثلا آخوندهای بیت رهبری خودشون با آمریکا پیش از جریان ظریف و جلیلی و اینها با آمریکا مذاکره میکردن و هر کس رو که از آمریکا و مذاکره با آمریکا اسم میبرد محدور و دم میکردن. خودشون با اسرائیل بدوستان میکردن و هر کس رو که نیم نگاهی به اسرائیل داشت زندگیش و آبروش رو جارو میکردن. در داستان فلسطین و پولها و آبروهایی که از کشور ما رفت، مثلا غیرت دینی، همین چیزی که شما گفتید، مثلا غیرت دینی و اسلام آقای خامنه ایست که با اسرائیل سرشاخ شده. اما شما از آقای خامنه ای بپرسید اون زمانی که روس ها می زدن و مسلمانان چچن رو نسلشون رو می رفتن، غیرت دینی و اسلامی شما کجا بود؟ من مطلقا باور ندارم که اینا برای اسلام کار میکنن. اینا ادا اطفاری است که در میارن و اطمینان داشته باشید که یک روز این ورق بر میگرده و ما میفهمیم که نفر به نفر اینها چه سر و سری با روزها با اسرائیلیا داشتن. سپاسگزارم آقای محمد نوری‌زاد، فعال مدنی در تهران، ممنون از شما. خب چنان که خبر دارید، 2 هفته پیش فائزه رفت، کمتر از 2 هفته، فائزه رفسنجانی رفت خونه یکی از پیروان سرشناس آیین بهایی در تهران، آسمون به زمین اومد. یعنی خونه هر کافر و بیدینی که به حمدالله در ایران هم کم نیستن، اگر رفته بود فائزه خانم هیچ خبری نمیشد.
اما چون خونه یه بهایی رفته این همه جنجال میشه. خبرگزاری سپاه می نویسه حکم انتشار این تصاویر چیست؟ حکم دین برای انتشار این تصاویر. فائزه هاشمی دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با فریبا کمال‌آبادی عضو ارشد بهائیت ایران که به تازگی بعد از 8 سال زندان به مرخصی آمده است دیدار کرد. بعد رئیس قوه قضاییه هم که طبق معمول فوری اظهار نظر فرمود. کسانی که منتسب هستند به مسئولین دست به مسئولین جمهوری اسلامی، اینها باید شرم کنن از این کارهایی که میکنن، حمایت کنن از گروه های خلاف عرض میکنم دین و خلاف مذهب، علاوه بر جهات امنیتی که داره. اگر این هنجار شکنی ها به حد عناوین مجرمانه برسه، اون وقت برخورد خواهیم کرد، برخوردم قاطع خواهد بود. اونجا دیگه محاسبه ایم نمی کنیم که چه کسی چه نسبتی با چه کسی داره. بحث امنیت کشور هست، بحث برخورد با کسانی است که با رژیم صهیونیستی داره همکاری میکنن. این رو همه میدانند. خب این رو همه میدانند و میخوایم همین امشب بهش بپردازیم که همه چه میدانند و چقدر اینا راست و چقدر دروغه. پارسال برنامه داشتیم در همین باره، بعد والا نشستم من نگاه کردم همون برنامه پارسال، دیدم هر کاری بخوایم بکنیم بهتر از اون نمیشه بسازیم. همون برنامه رو ببینیم برمیگرد. 7 ساله که 7 مدیر جامعه بهائیان ایران زندانی هم. فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت. اینا یه جمعی بودن به اسم جمع یاران که وظیفه‌شون رو رسماً اعلام کرده بودن رسیدگی به امور اولیه اجتماعی و معنوی جامعه 300 هزار نفری بهائیان ایران. این مطلقاً مخفی هم نبود، یعنی مثل هر جلسه ضیافتی که پیروان آیین بهائی میذارن، معمولاً نمی‌دونم ماهانه 19 روز یه بار جمع میشن و دعا میخونن و بعد حتماً زمان، مکان و اسم کسایی که تو این جمعای خونگی میان بدن به نیروی انتظامی اداره اماکن پیشاپیش. این جمع یاران هم کاملا سازوکارش روشن بود برای پلیس و مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی. حکومت مستقیما از اول شکل گیری این جمع اداره کننده امور بهایی ها مطلع بود و با اونا در ارتباط بود. هر 7 نفر که تحت عنوان یاران ایران هستن همه با هم در یک دادگاه همیشه بوده. چون هر چی پروندهشون هست مثل همه دیگه. مثلا اتهام مشترک اینا در اولین دادگاه چی بود؟ مشترک گفتن جاسوس اسرائیل. خب این اتهام این بوده جز اتهامات جاسوس اسرائیل، جز اتهامات رسما بیان شده بوده؟ بله. من خودم رفتم پرونده رو خوندم و میتونم بگم ورق به ورق، سطر به سطر با دقت خواندم و یادداشت برداشتم و متوجه شدم که هیچ دلیلی که ادعای دادستان رو اثبات بکنه در پرونده وجود نداره و اگر این پرونده نزد یک قاضی عادل و بیطرف بود حتما روز اول اینا رو آزاد میکرد. What does a spy do? A spy penetrates an organization to take sensitive information and give it to the enemies of that state or that organization. If someone is sending a letter to his family saying they burned my shop today, or I was attacked on the way home, or they burned my car, my sister was in prison, and it sends this to their family overseas or to the Baha'i community, is this spying? They're reporting what's happening to them. It's not. This has no relation to the phenomena that we're talking about of people being paid to steal security information. As the third thing that in Iran, Iran, to in the last year, we did, that Dr. Shahin. Oh, مدیر جامعه بودم، مدیران جامعه، کارهای دیگه. مثلا چه کاری؟ مثلا مدیر جامعه چه کار میکنه؟ به هر حال فکر کنیم که به طور مثال عقد رسمی نمیکنه. که بالاخره این جامعه ازدواج میکنه، بچهش به دنیا میاد، از بین میره، اینا همه کار داره دیگه. به طور مثال مثلا یک نفر از بین رفته،
این میخواد بره توی خب قبرستانای معمولی هم که اجازه نمیده. بله یه فوت شده. خب ما خودمون یه تیکه زمینی داشتیم و قبرستان و حالا این گل گل کاری تمیز اونا رو گرفتن. حالا در این فاصله ای که باید اینقدر اقدامات کنن که زمین دیگه ای بهشون بدن، خب یکی دیگه از بین میره. این باید چی کارش کنن؟ اینا مسئله ایناست که باید چی کار کنن؟ برن صحبت کنن با مسئولین، نظر بخوان، بگن بالاخره این از این رفته این مرده دیگه، بالاخره جا میخواد. مثلا این مسائل اینجوری اعتقاد اینه که اینها مخل منافع ملی هستن و این از 150 تا به جا افتاده، یعنی چیزی نیست که امروز باشه. شما باید توجه داشته باشید ما در یک کشوری هستیم که در اون کشور این گروه رو کمپلت مطلق یه دفعه هست که میگی فرض در این گروه این کار کرده اون کار اونجای خود داره، خب کار مشخص رو میبرن دادگاه میگن شما این کار کردی، ولی کمپلت هر کی هست کمپلتمان میگن اینا جاسوسن و این یه چیزی که در ذهن در بخش عظیمی از جامعه هم هست، نه تنها و از اون فکری که در بطن جامعه هست اینا بهره میبرن. نواری آوردن اونجا در ریاست جمهوری دیدم تمام اون سالن بسیار بزرگ دور تا دور این هنوز چیزتر بود، شبکه بندی این بهایی ها در ایران. نوار منظور نوار کاغذ کاغذ بله به این عرض فرض کنید تمام شهر به شهر روستا به روستا شبکه اینا رو در آورده بودن به عنوان اینکه اینها شبکه جاسوسی بیگانن اردودن در دفتر بله گفتیم خب حالا فرض کنیم اینا شبکه دارن، خب شما مساجد ندارید خب آخودم تو ایران شبکه دارن دلیل جاسوسی نمیشه باید خب این شبکه هست نخه نخه این اینا شبکه بوده برای سواک و چیزا چی یادم مال انگلیسا کار میکردن انتلیجنس سرویس، خب مدرک دلیل اینا که نمیشه شما یارو بیاری آدم تو دهات دهاتی چی جاسوسی داره بکنه کجا چی از برای روس انگلیسا. این دو سه دفعه آخر گفتن خب فامیل هم بیان. سه بار خود شما تو دادگاه بودید؟ بله، بله. دادگاه اول بود؟ بله سه بار اولش من بودم. مشاهدات خودتون دادگاه چی بود؟ فضای دادگاه چی بود که خودتون اونجا بودین چه جوری بود؟ آخه ما توی دادگاه نبودیم، ما تو طبقه یا تو خیابون یا تو طبقه پایین دادسرا. یعنی شما نمیدیدین دادگاه رو؟ نه. پس شما گفتید من تو سه جلسه در دادگاه بودم، منظورتون چی بود؟ در دادگاه نبودم، وقت دادگاه داشتن ما هم رفتیم که شاید اجازه بدن ما هم بریم. حالا اجازه ورود به دادگاه در محل تماشاچی ها یا محل فامیل ها شما حضور نداشتید؟ اصلا هیچ فامیلی. وکیلشون چی؟ چرا؟ وکلا بودن. وکلا کیا بودن؟ وکلا دو نفر بودن تا جایی که من دیدم. اسمشون یادتونه؟ آقای دکتر اسماعیلی یا اسماعیل زاده، خانم پراکن. بله در خدمت خانم مهناز پراکند هستیم، وکیل دادگستری. خانم پراکند خوش آمدید به امشب صفحه آخر. چه گذشت در دادگاه؟ کی قاضی بود؟ خب اون کاملا پنهان مانده است و رازی است همچنان در واقع که در اون دادگاه چه گذشت. خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. خدمتون عرض کنم که دادگاه یاران ایران حدود 7 یا 8 جلسه در واقع به عنوان جلسه محاکمه برگزار شد، اما جلسات اصلی که محاکمه به واقع صورت گرفت 3 جلسه آخر بود. 4 جلسه قبلش به خاطر عدم رعایت مقررات قانونی مخصوصا در رابطه با علنی بودن دادگاه منجر شد به تجدید وقت رسیدگی، به خاطر اینکه دادگاه در شرایطی برگزار میشد که همطور که در این مصاحبه قبلی اومد خانواده ها می اومدن دادگاه، طبقه پایین دادگاه انقلاب وای میستادن و منتظر صدور اجازه از طرف قاضی دادگاه بودن که اجازه بدن و اونها مامورین راه بدن اینها رو که بیان داخل دادگاه و بتونن توی دادگاه شرکت بکنن. 3-4 جلسه اول به این شکل بود که محاکمه در همون شعبه 28 که یک اتاق شاید مثلا 20 متری باشه حدود 10-12 تا صندلی تو اون اتاق جا میشه که 7 تا صندلیش در واقع تعلق میگرفت به 7 متهم، 2 تا صندلی تعلق میگرفت به وکلا و بقیه هم که دیگه
دیگه اصلا جایی نبود که صندلی دیگه بگذارن. اما این در شرایطی بود که خانواده ها می اومدن اون پایین بودن، به خانواده ها اجازه نمیدادن که بیان بالا. قاضی دادگاه رو علنی اعلام میکرد و اصرار داشت که علنیه، در حالی که اجازه نمیداد کسی بیاد بالا. اما از طرف دیگه قبل از اینکه ما وکلا و متهمین بریم توی اتاق در واقع توی شعبه دادگاه مستقر بشیم، قبل از ما مامورین اطلاعات می‌رفتن، بازجوها و مامورین اطلاعات بودن. مثلا شرایطی بود که ما وارد اتاق می‌شدیم و می‌دیدیم اصلا اتاق پر شده و حتی دوربین فیلمبرداری و این جور چیزا رو می‌آوردن مستقر می‌کردن. و وقتی هم می‌گفتی که اعتراض می‌کردیم به قاضی که دادگاه رو یا اگر علنی هست دستور بده که بقیه بیان بالا و اگر غیر علنیه حتما در صورت جلسه قید بکن، اصرار داشت که دادگاه علنیه ولی جا نیست توی اتاق که ما اجازه بدیم کسی دیگه بخواد بیاد توی اون اتاق. خب این مسلمه با اعتراض ما و کلا و اعتراض خود متهمین مواجه میشد که کلن حضور مامورین اطلاعات و حضور بازجویان در جلسه دادگاه غیر قانونی بود و هیچ توجیه قانونی نداشت. چطور شما اونها رو اجازه دادید جا هست برای اونها، اونها رو اجازه دادید که داخل دادگاه باشن ولی برای خانواده ها جا نیست؟ ضمن اینکه سالن بزرگی در همون ساختمان دادگاه انقلاب ساخته بودن و اون سالن بزرگ آماده بود برای برگزاری دادرسی و ما چندین بار ازشون خواستیم که خب باشه محاکمه رو شما درسته اینجا جا نیست، محاکمه رو در اون سالن بزرگ برگزار بکنید که همه بتونن بیان، از جمله وکلایی که دوست داشتن در جلسات دادرسی حضور داشته باشن و شاهد دادرسی باشن، از جمله روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که می‌خواستن بیان خبر در واقع بگیرن از محاکمات. ولی متاسفانه قاضی دادگاه قبول نمی‌کرد، ضمن اینکه اعلام هم نمی‌کرد که محاکمه غیرعلنیه و همین باعث می‌شد که ما باعث شد در واقع به خاطر اعتراضات ما 4 جلسه تجدید شد و نذاشتیم که تو اون شرایط محاکمه انجام بشه و نهایتاً 3 جلسه آخر که در واقع محاکمه در 3 جلسه صورت گرفت در همون سالن بزرگی که گفتم برگزار شد و در اون در واقع وقتی تو اون جلسه تو اون سالن برگزار کردن اجازه دادن که از هر خانواده‌ای 1 یا 2 نفر بتونن حضور داشته باشن، اما حضورشون هم به این شکل بود که مامورین اطلاعات کلن در اون سالن بودن و مامورین اطلاعات نظم دادگاه رو به عهده داشتن و خانواده ها رو کنترل میکردن، خودکار نداشته باشن، کاغذ نداشته باشن، یادداشت بر ندارن، تهدیدشون میکردن که اگر ببینیم که کسی داره یادداشت بر میداره یا چیزی مینویسه یا خودکار دستشه حتما از دادگاه بیرونش میکنیم. خانم پراکند معذرت میخوام، چقدر شما تونستین دفاع بکنین از موکلانتون و حکم چگونه صادر شد؟ گفته می شود که اصلا همه اینا دست در واقع دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی است، از وزارت اطلاعات گرفته تا حفاظت اطلاعات تا اداره ادیان، تمام این حفاظت ها و که حالا اشاره باید من خواهم کرد احیانا این فرصت بشه برای بینندگان عزیز که شما در جریان هستید. خانم پراکند چقدر شما تونستین دفاع بکنین از موکلاتون و انشای حکم در واقع که گفته می شود اصلا خارج از دستگاه قضایی می شود و بعد فقط قاضی اونجا اعلام میکنه، چقدر اینها واقعی است؟ چه شد؟ نتیجه رو بفرمایید، خواهش میکنم. ببینید محاکمه در مصاحبه قبلی که من شنیدم متوجه نشدم اون خانمی که صحبت میکردن چه سمتی نسبتی داشتن با متهمین. مادر یکی از متهمین بودن، مادر خانم کمال آبادی. ایشون گفتن که تا اونجا که من بودم، من و آقای دکتر اسماعیل زاده رو گفتن وکلای پرونده بودیم. ایشون در واقع منظورشون اون جلسات دادگاهی بود که قبل از دادگاه اصلی، در واقع اون 4 جلسه اولی بود که اون موقع ها آقای سلطانی زندان بودن، خانم عبادی هم که خارج از کشور بودن و نمیتونستن برگردن، من و آقای اسماعیل زاده بودیم. ولی محاکمه که برگزار شد 3 جلسه آخر، آقای سلطانی آزاد شده بودن و در واقع دفاعیات وکلا رو آقای سلطانی به عمل آوردن. اما دفاعیات خب بدیهی است با اون شرایطی که توی اون دادگاه حاکم بود و با اون قاضی که توی اون دادگاه نشسته بود و پرونده رو رسیدگی میکرد و هیچ گونه در واقع بی‌طرفی نداشت
و کینه و نفرتش رو نسبت به بهایی‌ها و بهایی در واقع دی آیین بهایی به صراحت نشون میداد، ابایی نداشت از نشون دادن این. با توجه به اون شرایط بارها بین دفاعیات آقای سلطانی وقفه افتادن، در واقع بین دفاعیات وکلا که آقای سلطانی قرائت میکردن وقفه افتاد و بحث و جدل شد بین قاضی و وکلا که آقا شما اجازه بدید ما دفاعیاتمون رو به عمل بیاریم. ولی در هر صورت ما تمام اون لایحه‌ای که تنظیم کرده بودیم، مواردی که باید متذکر میشدیم و میگفتیم، همه اونها رو تونستیم تو دادگاه بیان بکنیم. از جمله خود یاران هم دفاعی رو تهیه کرده بودن، اونها هم برای دفاع از جامعه بهایی در ایران دفاعیاتشون رو انجام دادن، اما به سختی و با قطع کلام متهمین به کرات از طرف قاضی و نماینده دادستان بعضی مواقع، و در شرایطی بود که بارها خود ما تو همون دادگاه تهدید به بازداشت شدیم، و یا اینکه قاضی خطاب به من گفتش که شما حق نداری حرف بزنید، شما تو خودت متهم من بودی، تو خودت محکوم من بودی، و اشاره کرد به اون سالهایی که در واقع من خودم زندان بودم، و میخواست اینجوری در واقع جبر رو طوری ایجاد بکنه که نتونیم حرف بزنیم. ولی در هر صورت ما تونستیم دفاعیاتمون رو بکنیم. و قاضی فرمودین کی بود؟ محمد مقیسه، شعبه مقیسه بود. و بله. تا پایان هم محمد مقیسه بود. بله بله، تا پایان در واقع دادگاه بدوی محمد مقیسه بود که در جلسه سوم ختم جلسه رو اعلام کرد، ختم رسیدگی رو اعلام کرد. ختم رسیدگی رو که اعلام بکنن طبق قانون قاضی موظف ظرف یک هفته حکم صادر بکنه، اما صدور حکم در پرونده یاران به 2 ماه طول کشید. در این مدت هم در واقع یاران بدون حکم قضایی در بازداشت موندن، و بعد از 2 ماه حکم صادر شد. در این فاصله که ما مرتب می‌رفتیم به سرکشی می‌کردیم به پرونده‌های دیگه هم، من متوجه می‌شدم که رفت آمد هست به شعبه دادگاه و از مقامات قضایی، قوه قضاییه می‌اومدن با قاضی مشورت می‌کردن در رابطه با صدور حکم. این که شما گفتید که گفته می‌شود وزارت اطلاعات و اینها دخالت می‌کنن، قطعاً همینطوره، چون پرونده توسط اونها تشکیل میشه، توسط اونها تکمیل میشه، بازجویی‌ها توسط اونها انجام میشه، در حالی که هیچ کدوم اینها جنبه قانونی نداره. و نهایتاً هم با پیشنهاد و توصیه در واقع مأمورین اطلاعات حکم صادر میشه. و صدور حکم در مرحله بعدی 2 ماه طول کشید. بعد از 2 ماه نهایتاً 20 سال حکم علیهشون صادر شد، که خوشبختانه حکم در اتهام محاربه و افساد فلعرض رو ما موفق شدیم که از پرونده در بیاریم، در غیر این صورت حکم اعدام نشد. بله بسیار بسیار سپاسگزارم خانم مهناز پراکند که در برنامه امشب صفحه آخر حضور پیدا کردیم. خب اجازه بدین که یک اشاره هم بکنم به این که اصلا این اتهام جاسوسی اسرائیل به باهایی از کجا میاد. اینجا خیابونای مرکزی شهر عکاست، شهر عرب نشین عکا. در کوچه های این مرکز شهر هر کوچه ای سوره از قرآن یا سخنانی از پیغمبر اسلام نوشته شده، بر دیوار آویخته شده و نشون میده که شهرداری این شهر عملا به دست مسلمان هاست. 140 سال پیش یک کسی که رهبر مذهبی یک گروهی از مردمه به اینجا تبعید شده ناخواسته و در اینجا 120 سال پیش فوت شده و دست کم 60 سال بعد از اون دولت اسرائیل تشکیل شده و این شهر همچنان یک شهر عربی است و اعراب اینجا زندگی می‌کنند. خب ببینید، جدا از چگونگی، حالا همه رو دیدین این مسائلی که بسیار بسیار بحث داره و باز باید دربارش صحبت کرد، درباره فرهنگ ایرانی ها صحبت کرد، هممون که چگونه به باهایا نگاه کردیم. اصلا فیلم تابوی ایرانی آقای رضا علامه‌زاده برای شکستن در واقع این صد بوده است. ببینید کسایی که تو خانواده مسلمان به دنیا اومدن چه فرقی دارن با کسایی که تو خانواده بهایی یا مسیحی یا کلیمی یا هر دین و مذهب دیگه به دنیا اومدن؟ کدوممون آگاهانه از نوزادی شدی مسلمان یا مسیحی یا بهایی؟ چرا یه بهایی زاده
حق ادامه تحصیل مثل یک مسلمان زاده نداره؟ چرا نمیتونه شغلی که پدر مادرش پدر بزرگش داشتن داشته باشه؟ چرا خونش رو بلدوزر میندازن، زندگیش رو آتیش میزنن؟ چرا فلان آخوند پاکه، فلان کارگر بهایی ناپاکه؟ یه سندی هست ببینین شما. ببینین، نامه از مسئول حراست دانشگاه پیام نوره به رؤسای محترم کلیه مراکز. احتراماً حسب مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و دستور وزارت اطلاعات و حراست کل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، بهائیان نمیتوانند در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ثبت نام کنند. لذا در صورت مشاهده از ثبت نام ایشان جداً خودداری به عمل آید و در صورت ثبت نام شدن اخراج گردند و من الله توفیق. مصوبه وزارت اطلاعات و شورای انقلاب فرهنگی. یک سند دیگر هم ببینید درباره شغل بهایی. سند بعدی رو اگه دوستان نشون بدن، از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران، اداره اطلاعات، اداره نظارت بر اماکن عمومی، به فرماندهان محترم انتظامی شهرستان‌های تابعه و رؤسای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با صلوات بر محمد و آل محمد، لازم است الف نسبت به شناسایی افراد بهایی شاغل در صنوف و جمع‌آوری آمار اقدام گردد. دو، یعنی ب، از فعالیت آنان در مشاغل با درآمدزایی بالا جلوگیری و صرفاً با صدور مجوز یا پروانه کسب در رسته‌های شغلی که بتوانند در حد متعارف امران معاش نمایند موافقت گردد. جیم، از صدور مجوز فعالیت در رسته‌های شغلی حساس جلوگیری به عمل آید. یعنی چی؟ دقیقا تو سند نوشته، یعنی رسته های شغلی حساس اینان: فرهنگی، تبلیغاتی، اقتصادی، نظیر جراید، نشریات، جواهر و طلاسازی، ساعتسازی، چاپخانه‌داران، گراورسازان، مؤسسات توریستی، اتومبیل کرایه، ناشران و کتاب فروشی، مسافرخانه‌داران، هتلداران، آموزشگاه های خیاطی، عکاسی، فیلم مرداری، گیم نت، رایانه، کافی نت، 30 تا شغله. چیکار کنن؟ و بعد در راستای اجرای احکام شرعی، جهت فعالیت در رسته های مشروط به طهارت برای بهایان پروانه صادر نمی شود. اینا چیان؟ تالارهای پذیرایی، رستوران و سلف سرویس ها، اغذیه فروشان مواد غذایی، چلو کباب چلو خورش، قهوه خانه، فروشندگان مواد پروتئینی سوپرمارکت، بستنی آب میوه و نوشابه، قنادی و شیرینی فروشی و کافی شاپ. و از اداره اماکن هم خواسته شد که مواظب باشن یه وقت از ورود بهائیان به رستوران و بستنی فروشی و سوپرمارکت و اینا جلوگیری بشود حتما. کجای تاریخ معاصر یه حکومت با شهروندان کشور خودش اینجوری رفتار میکنه؟ خونه ها بر انجام دادیم توی خونه همه این افرادی که به هر حال به نوعی اونجا مورد اذیت و آزار قرار گرفته بودن. حتی گاو های اینها رو از هم سوا کرده بودن، تو طویله های اینا رو جدا کردن که گاوا نباید با هم باشن، گاوه باهایی و غیر باهایی نباید باشن. عجب. این صحبت ها، این صحبت ها میشه تو مصاحبه‌ای که شما گرفتید؟ بله، به زبان مازندرانی. البته من خب من خودم مازندرانی هستم، مازندرانی میفهمم، نگران نباشید. در رابطه با مطلب ایول که از چه سالی شروع به این مشکلات و موزلات؟ این روستای ایول که اغلبشون شنیدین شروع این قسمت از فیلم تابوی ایرانی رو، بیشترشون پیروان آیین بهائیان جد و آباد بوده اند تا امروز، و بعد کار به جایی میرسه که غیر از این که بیکارشون میکنن، خونه هاشون رو خراب میکنن، خیلی هاشون رو بدبخت واقعا میکنن. بعد یا آخون میارن میگن که خب همتون باید طلاق بگیرین و ما دوباره باید عقدتون بکنیم، که این پیر سالی که دیدین میگفتش تو این فیلم که با ما گفتیم ما نوه داریم، شما حالا اومدین ما رو میخواین طلاق بدین، عقد بود. باری آقای رضا علامه‌زاده در ارتباط تلفنی با آشون هستیم. آقای علامه‌زاده خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. من یک پرسش در واقع فقط ازتون دارم و اونم این است که چقدر شما تونستین، تصور خودتون این است که چقدر تونستین واقعا این تابوی ایرانی واقعا برخورد کردن با هر آدمی با هر عقیده ای از جمله بهائی، مسیحی، هرچی،
به عنوان یک شهروند رو شما تونستید واقعا بشکنین تو ذهن ایرونی ها و با این فیلمتون چقدر دستاورد داشته برای شما؟ چه نتیجه ای داشت؟ خواهش میکنم. بله، اجازه دارم سلام بکنم به خود شما آقای فلاحتی، به خانم پراکند و به بینندگان عزیز برنامه‌تون. اولا خب این کار که کار من به تنهایی نبود، بنابراین یه جمعی از هنرمندان، فعالین حقوق بشر، افرادی که به مسائل انسانی اهمیت میدن، چه جلوی دوربین من، چه پشت دوربین من، دست به دست هم داریم کار کردیم. بنابراین اگر دستاوردی داشته بی تردید متعلق به همه این بچه ها سال بعد، فرصت کم نمیخوام از دست بره و نام ببرم نامشون در فیلم هست. تا حدود زیادی بی تردید نتیجه نهایی که آرزومند هر ایرانی به دست بیاد، به این معنا که همه ایرانی ها به معنای واقعی در همه زمینه ها برابر باشند، هر ایرانی در هر عرصه با دیگران برابر تلقی بشه، خب فاصله زیادی داریم. این واقعیتی قضیه است و با یه سین که نمیشه این کار کرد. ولی احساس شو بخواییم، احساسم اینه که چرا کمی در این زمینه تأثیر گذار بود. خیلی از چیزهایی که بعدن دیدم، کارهایی که بعدن شده داخل ایران، حرفایی که زده میشه، میرن تو با خانواده باهایی ها، با کسانی که عزیزانشون تو زندان هستن، میرن صحبت میکنن، حرف میزنن، مهرشون نشون میدن، محبتشون نشون میدن و اینا رو علنی انجام میدن. اینا به هر حال به نوعی چیزهاییست که حالا مستقیم به هر حال غیر مستقیم میتونه در رابطه با همین نحوه کار ما هم باشه و زمین چینی فراهم شده باشه. نمیخوام واقعا بگم که مستقیم تطفیلی مزید. یه چیز دیگه که مهمه تو خود هموطنان باهایی ماست. هموطنان باهایی از اینکه این فیلم ساخته شد و پخش شد، به معنای واقعی کلمه احساس کردن که این ملت، یعنی ما ایرانی ها، ایرانی های غیر باهایی، واقعا دوستشون داریم، مهر داریم بهشون. و این اگر بی‌دقتی هم شده، اگر هم دیر شده این ابراز محبت، دلیلش این نبوده که ما قبولشون نداشتیم یا مثلا هم سخن بودیم با افراد عقب‌مونده که متاسفانه الان تمام قدرت حکومت در دستشونه. اینجوری نبوده واقعا، این فرصت فراهم نشد. آقای علامه‌زاده، این رهبران تشکیلات بهایی که در زندان هستن هم از انتشار این فیلم خبردار شدن؟ بله، ارتباط بله، بله 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 خبر دارن. از همون آغاز من از داخل زندان دوستان بهایی برای من نامه‌ای به امضای چندین نفر، من اسمشون معقول است که ببرم نامه الان جلومه، و فرستادن که بسیار زار محبت کردن. نامه‌رم از این زاویه نمیخونم که خیلی پیش از اینکه من حتمه به من ازا لطف کردن، ولی چند بله داخل زندان فرستادن با امضای شخصیشون و من به دستم رسید این نامه بعد از مدت‌ها، البته تا از زندان بیاد بیرون و بعد اوجه بیاد خارج و اینا. ولی اجازه میکنم اگه فرصتی هست، یک دقیقه فرصت داریم، بفرمایید. بله، از شعری که یکی از زندانیان باهایی بر من فرستاد، شعر بلند نیست، من بدون تحریک احساسات هم نمیتونم بخونمش، ولی تهش اینه، میگه هموطنان به من بگویید هموطن، به من بگویید که دیگر بیگانم نمیدانید، بگویید که اهل این دیارم و با شما از یک تبارم. شعر تکنه است. روز سخنش به مردمه. حکومت ها میتونن واقعا حرکات فاشیستی بکنن، ولی اون مردم هم که باید نشون بدن که هموطنانشون رو باهایی، غیر باهایی دوست دارن، دارشون عشق میگردن و همه رو برابر میدونن. اگر این اتفاق بیفته،
زندانیان باهایی به نظر من با توان صدها برابر بیشتر از اونی که الان نشون دادن زندانیشون میکشن، این رنج رو تحمل میکنن، برایشون میدونن مردم دوستشون دارن. بسیار سپاسگزار آقای رضا علامه‌زاده، فیلمساز و نویسنده، ممنون که در این بخش صفحه آخر حضور داشتیم. خب برگردیم به امشب بی سی بیل با پرده آخر امشب. خواهر محترمی گفتند که من دبیر دبیرستان هستم، لطفا بفرمایند جناب استاد که پاسخ دانش آموزانم را چه بدهم که میگویند آیا میشود با اجنه ارتباط گرفت و اگر میشود چرا دین ما مخالفت میکند، چه اشکالی دارد؟ از کنم که امکان ارتباط هست و هم قرآن مطلب رو گفته، هم روایات ما فراوان هست، هم از لحاظ علمی و وجدانی هم مطلب ثابت. پس بله امکان ارتباط هست، اما اینکه آیا صلاح هم هست، پاسخش اینه که خیر. جن هم مثل انسان دو دسته میشن، جن کافر و جن مؤمن. اون گروه های مؤمن از جن هیچ علاقه به ارتباط با انسان ندارن و هرگز در معرض ارتباط با انسان قرار نمیگیرن، مگر اولیاء خدا مثل امامان و کسانی که از اونها خدمت هایی رو میخوان و کارهایی به اونها محول میکنن، مثلا نامه‌ای که باید سریع به دست افراد برسه یا کارهای از این قبیل رو اونها محول میکنن. پس جن مؤمن که هرگز با انسان در ارتباط نخواهد بود، جن کافر یا همون شیاطین اونها خب تمایل دارن که با انسان مرتبط بشن، علت چم اینه که میخوان از انسان سوء استفاده بکنن، میخوان ایمان انسان رو به سرقت ببرن. شب روزگار خوش.